همین اکنون که شما در جریان هستین و بیننده می باشین، کار نام خدا سرعتش جریان دارد. بله، مهر هزینه که در این پروژه صورت میگیره از طرف شهرداری مدار شریف است و اکثرا کارهای ما اینجا ماشینری است. اول در پولی کارهای ماشینری کارگرای با تخصصی که در بخش سرک دارن ما اینجا میگیریم. امارات کمک امارات همین کار ما بسیار پیش شد. امروز دیگه خیلی خوشحال هستیم. خیلی خوش هستیم. از شما هم که همکاریتان که شما بسیار لطف مهربانی کردین آمدن. خیلی تشکر. به نام خداوند که آسمان و زمین آفرید و امروز آسمان بلخ نسبت به آسمان دیگه ولایت ها زیبا آرایسته کرد. امروز واقعا خوشحالم که در یک هوای کاملا ابری و بارانی باز هم در خدمت شما بیننده‌های عزیز چینل خودتان مونس میدیا هستیم. امروز آمدیم در نایه هشتم شهر مزار شریف. در چند متری ما چوک خبرنگاران وجود داره و این سمت هم که طرف دشت شور هست مسیر ما و این قسمت که دست راست ما هست، همین اکنون که شما در جریان هستین و بیننده میباشین، کار نام خدا سرعتش جریان داره و این کوچه همانند کوچه های قبل قراره بازسازی شو و اسفالت و کانکرت شو. اگر در این قسمت که کوچه ها را بری قدم بزنین، تعداد از کوچه ها نام خدا کارشان بسیار با استاندارد کار شده و جور شده، اما تنها کوچه ای که اینجا مانده بود و مردم هم تا حد سال هاست که از این کوچه عبور و مرور میکرد، موتر پیاده رو شکایت داشتن، اما امروز الحمدلله این زمینه مساعد شده تا هموطنان بتوانن بیاین خدمت کنن، کار کنن و این کوچه دوباره بازسازی شده. باز هم بر شما بیننده های عزیز یادآور میشم که ما هر بار اگر کار کوچک است یا بزرگ است، تعداد شما در صفحات مجازی یا در کامنت بر ما می نویسین که حتی اگر یک متر شوخی میکنم، یک متر اسفالت شده سمن شده، شما یوتیوبرها قدم اول می دوید. این ما به عنوان یک شهروند وظیفه را میپنداریم که وظیفه ما است که شما هموطنانی که در گوشه گوشه از جهان هستین و شهروند بلخ هستین، از بازسازی های بلخ آگاهی پیدا کنید. این تنها کوچه ای نیست که ما بر شما بیننده های عزیز و هموطنان به پوشش میرسانیم. تعداد زیاد از کوچه پس کوچه ها، سرک ها در مزار شریف اسفالت شده، کانکرت شده، پیاده روها سنگ فرش شده، همه جا بر شما بیننده عزیز به تصویر کشیدیم و ما هم تلاش این داریم تا هر باری که میایم، هر جایی که کدام سنگ، خشت، سمنت، اسفالت، کانکریت مانده میشه، قدم نخست چینل یوتیوب مونس میدیا باشه که بر شما بیننده عزیز به پوشش برسانه. امروز هم آمدیم این پروژه را بر شما بیننده عزیز به معرفی بگیریم. در قسمت های آخر تعداد از انجینر صاحبا، حتی کارگرا اینجا هستن که مصروف هستن کار میکنن. ما میخواییم با اونا هم بریم از نزدیک صحبت کنیم و آغاز پروژه رو ببینیم که چند مدت میشه کار شده و قراره تا چند روز دیگر این کوچه کارش تمام شه و بالاخره خوشحالی و خوشبینی هموطنان در اینجا بیننده باشیم. ما قبل از اینکه با کسایی که در اینجا زندگی میکنن در نایه 8 به خصوص در همین کوچه با اونا صحبت کنم، قبل از او با یک از انجینرهای همین پروژه صحبت میکنم تا در مورد همین پروژه با ما شما بیننده عزیز معلومات بده. من مطمئن هستم بیننده عزیز که من بعد همه پروژه‌ای که در تمام نقاط کشور حتی در ولایت بلخ کار میشه، تطبیق میشه، بسیار با استاندارد است که دیگه سالها بتوانه مقاومت کنه. اینجا یک از انجینر صاحبا را با خود داریم، انشاءالله که بتوانن با ما صحبت کنن و در رابطه این پروژه میشه بر ما و شما بیننده عزیز معلومات بدن.
السلام علیکم انجینر صاحب. مانده نباشید. خوب هستید؟ صحت مند بخیر باشید. شما این وقت شما بخیر. خوش باشید. اول که تشکر که وقت گذاشتین که ما بیایم که شما صحبت کنیم، یک معرفه اگر بیننده ها داشته باشید. انجینر مصطفی زیایی هستم، یک تن از انجینران شرکت ساختمانی بلخ سامبراسیا. تخلصتان هم متوجه نشدم دوباره. مصطفی زیایی. زیایی. انجینر صاحب زیایی. از این بگوین انجینر صاحب ما فهم میکنم این موتر اینجا خاک خالی کنیم یا اینجا خالی کنیم؟ موتر پسر خالی میکنن. خب ما باید جا چنج کنیم. کجا باید بریم خوش ما اونجا بریم؟ موتر خیر. بیننده عزیز متاسفانه موتر که پیشتر بود بعد انجینر صاحب بر کوردینات میداد که با کجا باید خالی کنن، نتونستن درست بر ما صحبت کنن، معرفی کنن. باز هم میخوام یک بار دیگر انجینر صاحب خود معرفی کنه. وقت شما بخیر. مصطفی زیایی هستم، یک تن از انجینران شرکت ساختمانی بلخ سامبراسیا. انجینر صاحب بیان در رابطه با این پروژه صحبت کنن که چند مدت میشه آغاز شده و قرار تا چند روز دیگر ختم شود. پروژه کاسرک کنکریت ریزی نوبهار مربوط نوعی هشتم شهر مزار شریف بوده که تقریبا دو هفته از شروع کار مدیجه میگذره و امروز هم طبقه سبیس که طبقه دوی سرک است سرش کار بالای هموارکاری و کمپکشن جریان داره. قرار کنکریت بشه و اسفالت بشه؟ کنکریت میشه. بله. تا چند روز دیگه قرار ختم میشه؟ انشالله دتایمی که شهرداری شهر مزار شریف که تمویل کننده مالی پروژه است بر ما داده، انشالله از نگاه کیفیت یک چیز خوب و یک زمان که اونا بر ما تعیین کرده انشالله ما به اتمام میرسانیم. تمویل کننده این پروژه رو گفتین خود شهرداری شهر مزار شریف است؟ بله. تطبیق کننده شرکت شما است که شرکت ساختمان بلخ سامبراسیا. از این بگوین که از ابتدای پروژه تا انتهای پروژه چقدر کارمند اینجا مصروف بود و هزینه که برنا پرداخت میشد او هم از طرف خود شهرداری بود چطور؟ بله، هر هزینه که در این پروژه صورت میگیره از طرف شهرداری مزار شریف است و اکثرا کارای ما اینجا ماشینری است. اول در پولی کارای ماشینری کارگرای با تخصصی که در بخش سرک دارن ما اینجا میگیریم کار میکنیم. کارمندان متخصص گفتین در کل شهروندا و هموطنانی که در همین نواحی هشت به خصوص در همین کوچه اونا هم سهم داشتن در قسمت کار همین سرک و کوچه؟ بله، بعضی از کارمندای ما از خود کوچه بودن و بعضی از تخصصایی که ما خود ما میشناختیم که ما کار کرده بودن اونا هم بودن. از کار خوراجی بودن میشه؟ بله انشالله. قرار این شرکت شما در آینده کدام قسمت های از مزار باز هم زیر پوشش داشته باشه و این چندمین پروژه میشه که در نوبهار نواحی هشت تطبیق میکنن؟ در شهر مزار شریف شرکت بلخ سامبراسیا چندین پروژه کنکریت ریزی را گرفته و انجام داده که سال قبل سه پروژه را ما انجام دادیم و این سال این پروژه دوم ماست. انجینر صاحب من میفهمم که مصروف هم هستین، باز هم اگر گفتنی و پیام به هموطنان داشته باشین میشنه؟ پیامی هست که کوشش کنیم دمی سرک که موج سرک که شهرداری جور میکنه خود پیسه ملت است، کوشش کنیم که در حفاظت از این جوی هاش می کوشا باشیم. سلامت باشین انجینر صاحب. زنده باشین. شما زنده باشین. یک تن از همشهری های دیگه ما از فکر کنم همینجا کار میکنن. کوکا جان شما مانده نباشید. سلامت باشین. خوب هستین؟ صحت مند. خسته نباشید. سلامت باشین. بخیر باشین. شما هم اگه یک معرفی داشته باشین بیرون دیگه. دیگه کار ما از ما کار روزا سیم بیاد جانی شهرداری جور شوه این تو کار باشه غریب بیچاره کار کنه. ما خوش هستیم از این برادر پوری جا کارگرا کار میکنه دیگه. نامتان یک بگوید؟ نام ما شامت هست. بله شامت جان. بله. از همین نواحی هشت هستید؟ بله نواحی هشت هستید. خانم همینجا هستید؟ همینجا خانم. بله. چقدر خوشحال هستین که این کوچه بعد از سالها کنکریت میشه؟ ها ما خوش هستیم، چرا نیستیم؟ دائمی هم تو کار باشه کلگی خوش هست، چرا خوش نیست؟ شما اینجا روزمزدی هست ماهانه است؟ روزمزدی هست. چند متر روز باشه؟ روز متر 400 متر میشه. خیلی خوب پایست خوب پایست هست. بله راضی هستین؟ ها راضی هستیم از کاری ما. راضی هستیم برادر پولی ما رو میته برادر ما کار روزا است میره در سری کسات خود میایم میره در کاری ما روزا است پول پول که ما را نخ نخ میته. ازی بگوین چند وقت میشه از ابتدای پروژه تا حالا بودین یا؟ بله از بعد بودم پروژه یک 17 روز میشم اینجا تا آخر میشه. بله شما توکل به خدا. سلامت باشین شما محمد جان. اگر گفتنی بینند دعا داشته باشین. سلامت باشی به عزت باشی. زنده باشین. بخیر باشین. زنده باشین. بزنم بسته کنم دیگه. بسته کن. بسته میکنی؟ بسته میکنم. اوکی شد؟
بریم بخیر. هموطنان عزیز، ما امروز آمدیم در داخل همه لوردور اسکواتر ششتیم که با همی استاد که پیشتر ما از پایین تصویر میگرفتیم، بسیار با شوق و ذوق یک دفعه پیش میرفته، یک دفعه لباس میورده. چقدر خوشحال هستی و سرعت کار میکنی؟ اول خو یک نام تا بگو، بعدا با صحبت کن. نام ما محمد رحمان، از ولایت پکتیا. از پکتیا هستی رحمان جان؟ رحمان جان چند وقت میشه که از پکتیا آمده با همین دستگاه اینجا کار میکنی؟ تقریبا پیلا از ما یک دو سه ماه میشه نو که آمدیم از خانه. بله. اینجا کار میکنیم، دگری در کوچه را جور میکنیم. چقدر خوشحال هستی به عنوان یک شهروند پکتیایی میای در یک ولایتی که در شمال است و در شرق و مشرق است، می اینجا کار میکنی، چقدر خوشحال هستی؟ ما زیاد خوشحال هستم، الحمدلله. افغانستان از کل یک جای است، اینجا با بسیار خوش هستیم که وطن خود کار میکنیم، با وطن خود خدمت میکنیم، زیاد خوش هستیم. این پشت ماشینی که نشسته است چند سال میشه که در همین کار مصروف هستی؟ ماشین از خودت است، دریور هستی یا؟ ما تقریبا یک 14 سال میشه که دریوری میکنیم. ما دریور هستم، از خودم نیستم، دریوری میکنیم. 14 سال میشه در همین وطن خدمت میکنیم. بله بله. چقدر خوشحال هستی، واقعا یک شهروند خوشبخت هستی که میای اینجا کار میکنیم. ما زیاد خوش هستیم که وطن خود خدمت میکنیم، الحمدلله زیاد خوش هستیم. هموطنان عزیز، ما شخصا اولین بار که در ماشین میشینم و خوشحالم که من هم کنار رحمان جان همینجا نشسته هستم. بازم تشکر که وقت گذاشته از سلامت باشه، بخیر باشه. ما دیگه اجازه باشه تا شیم. بیننده‌های عزیز، خوشبختانه با نماینده همی کوچه هستیم که آقای صاحب ابتدا میخواییم خدا با بیننده ها معرفی کنین و در رابطه با کار و همین پروژه کوچه صحبت کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر زنده و سلامت باشین. اسم من قیوم عبدالقیوم، نماینده کوچه رهنما. ما از همین شبکه بسیار خوش هستیم، از همین شرکتی که همینجا کار میکنه، بسیار آبرومندانه کار میکنه، به خدمت مردم است. خیلی از امارات اسلامی هم خوش هستیم که همین کار برای ما چیز گفتن. ما یگانه خواهش داریم که پیاده‌روهای ما هم جور شاید بسیار خوش میشه. یعنی این قسمت های سرک پیاده‌رو هم میشه؟ بله بسیار خوش میشه. اونم اوکی دادن؟ اونم فعلا اوکی ندادن، یعنی این پلچک های ما رو بگوین که توجهشان باشه. ما خیلی خوش از این شبکه، بسیار یک شبکه پربرکت و پر انرژی است. آقای صاحب عزیز، بگوین که چند مدت میشه نماینده هستین در این کوچه؟ من تقریبا 7 سال میشه نماینده گذراستم. بعد از 7 سال این بله. کوچه قبلا خامه بود دیگه. بله خامه بود، بیادر کانکریت هم نبود. ما همین که مردم کردم ریگ و جغل انداخته بودن لای گل میشه، خداوند یار خیر بده، امارات کمک امارات همین کار ما بسیار پیش شد. امروز دیگه خیلی خوشحال هستم. خیلی خوش هستم. از شما هم که همکاریتون که شما بسیار لطف مهربانی کردین، خیلی تشکر. شما زنده و سلامت باشین. گفتنی داشته باشین آقای صاحب، کسایی که در داخل مزار شریف هستن یا هموطنایی که بیرون از کشور شما رو بیننده میباشن، گفتنی داشته باشین. خداوند با ما را مکمل خوش شکر آرامی بیاین در وطن خود ما خدمت کنن. ما که هستیم، اولادای ما که هستیم، اونام برادرای ما بیاین، ما خیلی خوش میشیم. خواهی هست که زندگی تا بالا پختی و بلندی داره. راست میگه. بخیر باشین آقای صاحب. سلامت باشین شما. بخیر باشین شما هم سلامت باشین. بیننده عزیز سلامت باشین. قربان شما. نماینده بودن آقای صاحب که بسیار خوشحال بودن، یعنی 7 سالش میگن که همینجا نماینده بودم و مدت 7 سال این کوچه مردم باز با بسیار مشکلات و چالش ها رفت آمد داشتن. حتی موترهایی که در زمستان میشه، من هم شخصا یادم میاد گاهی وقتی مسیر میرفتم این کوچه، واقعا کوچه خیلی بگویم که از هر نگاه مشکل و چالش داشت. اما امروز الحمدلله این کانکرت میشه و جای خوشی و خوشحالی. هموطنان عزیز، به همین جا برنامه با شما عزیزان ختم میکنیم. انشاءالله شما هموطنانی که همواره چینل یوتیوب مونس میدیا را بیننده میباشین، بازم یادآور میشم اگر در داخل مزار شریف مونس میدیا را بیننده میباشین یا خارج از مزار شریف، حتما هر جایی که یک پروژه و بازسازی میشه بر ما کامنت نمایید، مسج کنید. ما کوشش میکنیم در دقایق اول بیایم بر شما بیننده عزیز با کوشش بگیریم. تا برنامه دیگر، گزارش دیگر با ما بصیر نصرت، همه شما را به خداوند منان میسپارم. وقت خوش، خداوند نگهدار.